زکیه خدادادی دختر جوان ورزشکار هزاره اهل افغانستان در رقابت های در رشته تکواندو مدال طلا گرفت و خبر این اتفاق خوب در سطح رسانه ها منتشر شد همه دو سه روز پیش که شما حتما در جریان هستین و خانم خدادادی این مدال طلا را به زنان تحت ستم افغانستان تقدیم کرد و زمانی که داشت در مورد وضعیت نابسامان و بسیار رقتبار مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان صحبت نکرد گلونش را بغز گرفت و بغزش ترکیت و گریه کرد دیگر نتانست که صحبتهای خود را ادامه بده در کشور و در جامعه که تحت سلطه و حاکمیت رژیم تک جنسیتی مانند طالبان قرار دارند زکیه و زکیه ها در واقع مشکلشان دو برابر هست مشکل اول زکیه و زکیه ها این است که خداوند یا طبیعت اونها را دختر و زن خلق کرده اون هم در جامعه ای که تحت سلطه و حاکمیت یک رژیمی هست که اونها نه تنها که حقوق انسانی زنها را رسمیت نمیشناسه بلکه انسانیت زنها را هم نمی نمیشناسه و به توانایی و به هوش و استعداد اونها باور ندارن و شاید هم باور دارن اما میترسن مشکل دوم زکه این است که او مربوط به یک قوم یا به یک گروه اجتماعی هست که اون گروه اجتماعی در طول تاریخ سیاه و ننگین اون سرزمین در معرض تبعیز، نجات پرستی، قتل عام، کوچهای اجباری و توهین و تبعیز ساختارمن قرار داشته اون هم صرف به خاطر قومیت و به خاطر اعتقادات مذهبیشان. حاکمیت در افغانستان در طول تاریخ تا تانسته ذهن و روان جمعی مردم افغانستان را بر علیه هزاره ها تحریک بکنه و اونها را به نحو مخشوی بکنه و ای باور را در اونها نهاده نبکنه که هزارها بیگانه هستند هزاره ها مزدور ایران هستند و هزارها به افغانستان عشق و محبت ندارند و وفادار نیستند. تعداد زیاد از هموطنان ما و شما متاسفانه همین امروز هم از همه بیماری مخشویی که توسط حاکمان افغانستان صورت گرفته و حتی نسلا در نسل انتقال یافته از این بیماری کشنده رنج میبرند امروز هم شما اگر در مورد واقعیت های تاریخی لب تر بکنید و صحبت بکنید بسیار سریع اولین گپی را که میزنند اولین کامنت را که می این است که شما نوکر ایران هستین و شما بیگانه هستین و شما فلان و فلان هستین اما آنچه واقعیت های عینی و آنچه که هزاره ها در طول سالهای اخیر در عمل ثابت کردن نشان میده که هزاره اگر از دیگرها کرده حبش عشقش نسبت به وطنش بیشتر نباشه اگر از دیگرها کرده افغانستانی تر نباشه کمتر به هیچ عنوان و هرگیز نیستن عشق وطن پرستی و میزان حب به وطن تنها به کلمات نیست تنها به واژه ها و به گپ های توخالی نیست که اکثری 24 ساعت تکرار میکنند که افغان افغان اینطوری است افغان اونطوری است حب به وطن عشق به وطن وطنپرستی پرستی باید در عمل ثابت شود که هزارها در طول سالهای اخیر این را بار بار ثابت کردند که عشقشان محبتشان نسبت به مردم افغانستان نسبت به خود افغانستان اگر از دیگرها بیشتر نباشه کمتر به هیچ عنوان نیست ما و شما شاهد بودیم که در طول سالهای اخیر که کوچکترین فرصت به هزارها داده شده با اونی که بر علیه این مردم همچنان تبعیض و رفتارهای نجات پرستانه از طرف حاکمیت وجود داشته با همو هم یعنی کوچکترین فرصتی که به دست هزارها آمده ما و شما شاهد هستیم و بودیم که در چندین موارد همیشه در سکوهای بین المللی هزارها پرچم ملی افغانستان را به احتضاز در و احساس غرور و افتخار را در قلب تمام مردم افغانستان به وجود آورده و ما و شما شاهد بودیم که در طول این سالهای اخیر دختر و پسر هزاره در هر سکویی که رفته در هر میدان رقابتی که رفته برای مردم افغانستان برای سرزمین افغانستان افتخار خلق کرده البته امیدوار هستیم که سوی تفاهم نشه وقتی ما حرف از افتخار آفرینی هزاره ها میزنیم این هرگز و به هیچ عنوان انکار کتمان و نادیده گرفتن افتخار آفرینی بقیه اقوام افغانستان نیست تمام مردم افغانستان از هر قوم و قبیله و از هر گوشه و کنار افغانستان که هستند در افتخار آفرینی برای مردم افغانستان برای کشور افغانستان نقش فعال و بسزایی داشتند که من شخصا با عنوان یک عضو بسیار کوچک و ناچیز از اون جامعه از تمام عزیزانی که برای مردم افغانستان و برای کشور افغانستان افتخار خلق کردند از تک تکی عزیزا ما از ته دل و از صمیم قلب سپاسگزاری میکنم و دیگه اینکه وقتی ما از حرف از افتخار آفرینی هزاره ها میزنیم هرگز قصد ما خدای نخواسته این نیست که ما بر دیگران منت بگذاریم نه هرگز قصد ما این نیست اگر دختر هزاره ای افتخار آفریده اگر پسر هزاره ای در سطح بین تلاش کرده که برای افغانستان و مردمش سربلندی خلق بکنه اگر هزاره در سطح بیمنالی پرچم سیرنگ ملی افغانستان را به احتزاز در آورده خاطر این بوده که اینها از افغانستان هستند و عشق و محبت اون سرزمین را بر دل دارند و وظیفه خودشان می که در هر جا و هر حالت و هر شرایطی که هستند برای اون سرزمین و برای مردم رنج کشیده و سرزمین افتخار و غرور و شور و شوق خلق بکنه و باعث سرافرازی اون کشور باعث افتخار اون مردم باشه ایرا به خاطر از میگم که واضح شوه که هزاره ها نه تنها که مزدور نیستن و نبودن بلکه در هیچ جای از تاریخ سیاه و ننگین اون سرزمین نداریم که در جای در مورد هزاره تا در زیر فروش سند فروش حتی یک بلست از خاک اون سرزمین امضا کرده باشه نداریم اگر داریم بنویسین که در کجا هست در هیچ جای و در یک مورد حتی نداریم که در طول تاریخ هزارها در جایی در مورد از تروریستان بیملالی دعوت کرده باشه و میزبان اونها شده باشد. در هیچ جای نداریم که هزاره از قوا و از لشکر خارجی و از کشورهای بیگانه دعوت کرده باشه که شما بین به افغانستان و بر علیه هموطنان ما بجنگین نداریم و شاید یکی از دلایلی که امپراتورها ابر قدرتها قدرتهای استعماری میانه خوبی با مردم هزاره نداره هم شاید همی باشه که هزاره ها زیر بار مزدوری کسی نمیره اینکه هزاره ها دوست ندارن مزدور باشن نوکر باشن و بر علیه مردم و بر علیه سرزمین خودشان خیانت بکنن و سرزمین خودشان را برای منافع دیگران بفروشن نداریم داریم شاید خوشتان نه ها. اما به قول معروف که از شما چه پنهان واقعیت متاسفانه یا خوشبختانه همین است اگر چیز دیگر است خب شما بنویسید. ای گپا را به او ایده از هموطنهای خود میگم که در معرض مخشویی حاکمان افغانستان قرار گرفتن و هنوز هم عقل و شعور و هوش انسانیشان در واقع در گرو همون تبلیغات در گرو همون مخشویی های هست که حاکمیت اونها را در معرضش قرار داده در مورد هزارها بنابراین هموطنان عزیز عشق و حب هزاره ها نسبت به شما مردم افغانستان و نسبت به کشور مشترک ما و شما خانه مشترک ما و شما افغانستان عزیز بسیار بسیار زیاد هست یعنی از هیچ کسی کده کمتر نیست اگر زیاد نباشه ایرا با او دست هموطنان عزیز خود میگم که وقتی شروع کردین به نوشتن کامنتی که شما نمیدانم مزدور هستین بیگانه هستین و فلان هستین و چطور هستین وقتی شروع کردین به نوشتن این کامنت ها یک لیست همین لیست از افتخارات را که هزارها برای مردم افغانستان برای شما برای سرزمین افغانستان آورده این لیست را یک دفعه زیر زربین بگذرانین در ذهن خود یک مرور بکنید در روانتان یک دفعه او را مرور بکنید ببینید که آیا واقعا هزارها مستحق چنین اتهاماتی هست که شما با اونا بزنید فرق نمیکنه که شما،, شما در طول تاریخ این سخنان رو برای هزارها گفتین اما هیچ تاثیری بر میزان عشق و محبت هزارها نسبت به شما، نسبت به مردم افغانستان، نسبت به خود افغانستان و اون سرزمین مشترک آبایی ما نداشته هزارها همچنان کوچکترین فرصتی که به دستشان می تلاش میکنه که برای سرزمین مشترک ما، برای شما، برای مردم افغانستان افتخار خلق بکنه که وقتی شما در پیش یک خارجی سخن میگین با ایش صحبت میکنین با افتخار بگوین که از افغانستان هستین متاسفانه در طول سالهای اخیر افغانستان فقط با تحت نام ترور، تحت نام چادری، تحت نام ضد زن و زن ستیزی، تحت نام فقر و بدبختی و بیچارگی مشهور شده. وقتی میگی از افغانستان هستی، تمام این تصاویر زشت، تصاویر ناپسند، تصاویر نامیمون در ذهن خارجی خلق میشه. بنابراین هر کدام از ما و شما باید تلاش بکنیم که این تصویر در ذهن خارجی ها عوض شود و تبدیل به افتخار شود وقتی که ما میگیم ما از افغانستان هستیم مردم زکیه خدادادی در چشم در ذهنشان متصور شود روح الله نیکپا متصور شود مثلا بازیکن های کریکت متصور شود افتخارات را که ما و شما در سطح افغانستان در سطح جهان خلق میکنیم اینها متصور شود اگر ما به همی تعصبات قومی به همی تعصبات مذهبی بر علی همدیگی خود ادامه بتیم بدون شک که افغانستان خانه امن برای هیچ کسی نخواهد شد به قول از آقای بامیانی که با زبیولای مجاهد گفت اگر تلاش بکنین که ما را بسوزانین شما هم با ما خواهید ساخت همون رقعی دیگه گفتم که دعا نیست و این عملا ثابت شده در طول همین چند سال یا بیش از یک قرن که تلاش شده که این سرزمین از دیگرها خالی شود دیگرها مورد کوچ اجباری قرار بگیرد دیگرها تحقیر شود تبعیض شود مورد نجات پرستی قرار بگیرد مورد به عدالتی قرار بگیرد ما دیدیم که هیچ بخش از افغانستان هیچ مردم و هیچ کتله قومی از افغانستان خوشبخت نشدن تنها راه خوشبختی و برونرفت ما و شما مردم افغانستان از این وضعیت شرماور خجالتاور که برای ما و شما سرفگندگی خلق میکنه همین است که باید از همدیگه خود حمایت بکنیم در کنار همدیگه خود استاد شویم تا بتانیم که برای هویت جمعی ما و شما یک افتخار خلق بکنیم که حداقل مردم ما و شما در بیرون از افغانستان نسل های جدید ما از این سرفگندگی افغان بودن و افغان اف... از افغانستان بودن رنج نبرند بلکه افتخار بکنن